خرابکاری شرافتمندانه که من گفتم، این مسیج خیلی، یعنی یک پیامیه که حساب کن دو روز مردم تلویزیون رو روشن کنن ببینن برنامه پخش میشه یا برفک چیزی. این خیلی مهمه، این خودش یک پیام، یعنی یک سکوتیه که خیلی پیام میرسه. بعد راه های مختلف هست. الان کارسازترین، شما میگید من نمیدونم کسی رو دعوت نمی کنم، اما اینجا من این راهکار مؤثر رو دوباره معرفی میکنم، اینی که در ایران الان داره انجام میشه، خیزش محل محور. این تا الان نبود. این خیزش محل محور، نمیدونم بچه ها خیلی از من واردترن، خیلی خوبی داری. یکیش اینه که شما با بچه محلاتون وقتی تظاهرات میکنید همه تون همدیگر رو میشناسین، مزدور و اجنبی و نمیدونم بسیجی و اینجور چیزا نمیتونه بیاد داخلتون. اگر بیاد داخلتون زود تشخیص میدید. و دومی خوبی که داره، شما در محله که هستید خیابونها رو میشناسید، راههای فرار رو، حتی میتونید برگردید به خونتون یا همسایه ها، بچه محله همه تون شما رو میشناسن، شما رو پناه میدن. موقعی که اون کارزار یا مثلا روی اون محله سرکوب انجام بشه، این دوتا خوبی داره. و خیزش محل محور زود میتونه به خیزش میلیونی تبدیل بشه. چجوری؟ این که شما با محل، وقتی محلتون رو تسخیر کردید، بسیجی های محلتون یا مثلا همسایه محلتون بیشتر جمعیت به شما پیوست، شما میتونید دوتا محله، سه تا محله با هم ادغام بشید و این کم کم تبدیل میشه به تسخیر خیابان، که منجر میشه، حالا بحث آکادمیش منجر میشه به تسخیر خیابان به صورت میدانی. و الان مثلا در مثلا شما این خرابکاری شرافتمندانه بحثایی که هست، اون دیوار نویسی که از قدیم بود، شما حساب کن مثلا رسانه نداری ولی کلی اتوبوس توی تهران، مثلا مال تهران رو من یکم میشناسم میگم، مثلا اتوبوس هایی که از جنوب میرن به شمال، از شرق میرن به غرب، شما روی اینا شعار بنویسید، شب برید روی تمام اینها بنویسید، یا مجبورن بخوابونن یا مجبورن با همین اتوبوس ها تردد کنن، که اونجا پیام شما باز به مردم شهر میرسه. اینقدر راهکارهای جدید هست، اینقدر این روش کار شده که اصلا با دفعات قبل قابل مقایسه نیست. این الان بیانیه میدن بچه های محلات تهران، بیانیه میدن کجا ما داشتیم یه همچین چیزی. الان خیلی خیلی فرق میکنه. درسته. این کارهای دیگه که میتونیم بکنید اینه که شما اصلا معلوم متوجه باشن که شما اگر هم دارین هدفی دارین که صدا سیما تسخیر بکنید، یکی از هدفاتون اینه که توجه از جاهای دیگر رو بگیرید. خب مثلا شما میتونید مثلا یه گروه دیگه ای، مثلا شما دارین میرین طرف صدا سیما، جمهوری اسلامی هم مثلا همه گروهاشو میاره که آقا دارن به صدا سیما حمله میکنن، یا هر چی دارین رو باید بیاریم جلوی اینا رو بگیریم دیگه. درسته. الان اون موقع یه گروه دیگه میتونه در همون زمان همکاری بکنه با اینا و بره مثلا یه پادگان نظامی رو سعی کنه هدف بگیره. خب یا فرودگاه یا مثلا همون آره، بیت رهبری دیگه بعده. بیت رهبری، یعنی در هم دیگه همزمان اگه همچین اتفاقی بیفته، یعنی فرض کن اونم شوکه بشه، یعنی مثلا صدا و سیما رو ببینن خب ولی حمله به این پادگان نظامی رو نبینن دیگه، مثلا اون موقعی که همه اونجا جمع شدن دیگه، بعدم که اونجا وقتی هم اونجا جمع شدن، یه سری گروه دیگه مثلا هدفشون این بشه که برن تمام ماشینایی که بین این صدا و سیما اون پادگان نظامی هست و مثلا پنچر کنن تو خیابون. خب که این باعث میشه که مثلا شما وقتی که بفهمن که اونجا هم نیرو میخواد، از اینجا نیرو فرستادن به اونجا کار سختی بشه. خب مثلا خیلی کارو میشه که، البته من اینا رو پیشنهاد دوباره نمیکنم، خیابونا رو ببندم. بله آره. ولی ببین ولی یه چیزی بگم، مثلا فرض کن یه چیز دیگه بگم خب مثلا فرض کن دفعه اول یه جور هدف بگیرید، خب ولی به جای اینقدر تجربه پیدا بکنیم با مشاهده های دفعه قبلی که چه اتفاقی افتاده، فرض کن یه جوری برسه که مثلا 12 جای مختلفو تو تهران، مثلا تو تهران رو، خب تهران هم مهمترینه به خاطر اینکه اگه جاهای دیگه هم اتفاق میشه به خاطر این نه ببین تو آره تا وقتی پایتخت نیافتاده این جمهوری اسلامی نیافتاده. خب ولی شما ممکنه ببین دفعه اول و دوم و سومم این اتفاق اگه همچه اتفاقی تو بیفته شکست میخوره.
خب شکست میخوره، ولی به بقیه نگاه، بقیه نگاه میکنن، یاد میگیرن و بهشون انگیزه میده و در نهایت به یه جایی میرسه که این آدما با یه تجربه، یعنی تمرین کردن، تجربه دارن، با هم قبلش مثلا صحبت کردن، با کسایی که مثلا تجربه نظامی دارن، خارج از خیلی از این کسایی که اصلا تو سپاه هستن و توی ارتش هستن و از جمهوری اسلامی اومدن بیرون، دارن باهاشون بحث میکنن، تجربه نظامی ازشون دارن میگیرن، چه میدونم راههای مثلا دفاع از خودشون رو یاد گرفتن، روش درست کردن مثلا جلیقه ضد گلوله رو تو خونه رو یاد گرفتن، همه این چیزها رو یاد گرفتن. خب مثلا فرض کن یه روزی آخر میان بیرون و همزمان 12 جای مختلف در تهران رو هدف قرار میدن. خب دقیقاً 11 تاش هم شکست بخوره، یکیش موفق بشه، اصلا بازی رو عوض میکنه. شما فرض کن یک نهاد مهمی برای 1 ساعت هم که شده بیفته دست براندازان. میدونی این چه پیغامی خواهد بود به براندازان تو ایران؟ اصلا چه تبلیغی خواهد بود برای جهان که این نظام رفتنیه؟ الان هم خیلی اون جنگ روانی رو میبازن دیگه، اون جنگ روانی و اون جنگ تبلیغاتی رو جمهوری